نخستین همایش قند پارسی در تالار رودکی تهران در حال برگزاری است. در حاشیه همایش در خدمت آقای تجلی از هیئت داوران هستیم. سلام عرض می‌کنم. سلام، وقتتون بخیر. زنده باشید. سلام. نظرتون در مورد کارکرد زبان فارسی در تبلیغات به خصوص تجاری چی هست؟ خب ما زبان بسیار غنی داریم که در طول تاریخ به ما رسیده و در طول تمام این سالها دستخوش تغییرات فرهنگی نشده و اصالت خودش رو حفظ کرده. این زبان به ما ظرفیت خلق عبارات جدید، کلمات جدید میده، علاوه بر این در ادبیاتمون و در اشعارمون، در آرایه‌های ادبی که داریم، فرصت خلق مفاهیم جدید رو داریم که تو تبلیغات میتونه خیلی مؤثر باشه. درست. با توجه به گنجینه لغاتی بسیار گسترده‌ای که زبان فارسی داره، به نظرتون چرا لغت‌های بیگانه غالباً مخصوصاً در بخش تجاری تبلیغات داره وارد شده و استفاده میشه؟ که بعضی از جاها ما کلمه مناسب نداریم، یعنی یه موقعی در واقع یک سری مفاهیم از جنس علوم توسط کشورهای دیگه خلق شده و کلمه مناسب و ما به ازاش هم در فارسی پیدا نشده، و یا بعضن در واقع کلماتی که ما به ازاش اعلام شده ظرفیت نشستن و استفاده رو نداشته. مثلا به عنوان مثال براتون بگم، ما کلمه برند رو داریم که در تمام دنیا دیگه تبدیل به یک کلمه‌ای شده که فارغ از زبان و گویش هر ملتی از اون استفاده می‌کنه. کلمه ویژن در فارسی خواسته جایگزین اون بشه، اما این ظرفیت جانشینی رو نداره. مناسب نیستش که جای خیلی از اصطلاحات و کلماتی که ما خودمون داریم رو کلمات انگلیسی و مثلا زبان‌های دیگه بگیره، اما بعضی از کلمات هم بذار مصطلح شده تو کل این فرصت رو نمیده و نمیشه که عوضش. کاملا درست میفرمایید. بخشی از محوریت این همایش کارکردش در بخش فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی، میشه اینو برای ما بازتر بکنید و اینکه آیا این همایش میتونه رسالت خودش رو به چی برسونه که مثلا واقعا اون کارکردی که ازش انتظار میره رو به جا بیاره؟ دقیق بهتون بگم، اینو من هم نمیتونم. خیلی ممنون واقعا ازتون. پس میتونیم اینطور فرض بکنیم که در واقع داره نیازسنجی میشه. بله، ببینیم ماجرا اینطوریه که این موضوع بسیار محل توجهه، اما خیلی گام های اولشه و خب در واقع هنوز ظرفیتاش کشف نشد. درسته. بندهایی از وزارت فرهنگ شد اهدافش مثل 16 و 20 به این موضوع پردازی که نمیشه از لغت های بیگانه استفاده کرد، ولی اونطور که شواهد نشون میده ظاهرا خیلی موفق عمل نکرده. آیا این مربوط به نوع سیاست گذاریه یا همون بخش فرهنگیه؟ ببینید اینجا یا منفصل بودن بین بخشایی که باید این قوانین رو بجا بذارن. در واقع قسمت‌های مختلف با هم در واقع ارتباط نداشتن، به اضافه اینکه این قانون لزوماً قانون مفیدی نیستش. من به واسطه شغلم با تولید کننده های زیادی ارتباط دارم. لزوماً اجبار نامگذاری و قانون گذاری تو این زمینه باعث حفظ و پاسداشت زبان نمیشه. محله این کار و فرهنگ سازی براش جای دیگه‌ایه. الان تو خیلی از کشورهای دنیا با زبانهای مختلف داره برندهایی که برای تولید کالا یا خدمات به وجود میادش به زبان انگلیسیه که زبان کل دنیاست. یعنی یک در واقع محصول فرانسوی لزوماً اصرار نداره که به زبان خودش باشه، برای اینکه هزینه های تولید و ارتباطات خیلی میادش پایین تر و این قسمت نیاز تولید کننده رو هم باید دید. فرض کنیم که من یک محصول بزنم داخل ایران بفروشمش و به زبان فارسی باشه، فردا روزی برای صادراتش دوباره باید برند بسازم، دوباره باید بسته‌بندی چاپ کنم، دوباره باید تبلیغات کنم و این امکان ارتباطات رو کم میکنه و هزینه بر هست برای تولید کننده. لزوماً به نظر شخص من جاش نامگذاری برند ها نیست. زبان فارسی مهمه، باید ارزش گذاری بشه، اما در جاهای دیگه. درسته.